یکی از وحشتناک‌ترین جنایت‌ها در سراسر سر جهان قاچاق انسان و فروش اعضای بدن است که این موضوع در کشورهای مختلف به دلایل گوناگون کمتر یا بیشتر از دیگر کشورها در جهان است. در همین راستا سازمان غیر دولتی مسیر با انتشار گزارشی فاش کرد که آمار جنایت های مربوط به قاچاق انسان و فروش اعضای بدن و نیز باجگیری اینترنتی در کشور عراق طی یک سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. سازمان غیر دولتی مسیر که در زمینه مبارزه با قاچاق انسان فعالیت دارد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در سال 2021 میلادی 300 مورد جنایت قاچاق انسان گزارش و ثبت شده است. خانم ایمان سیلاوی مدیر این سازمان افسود همه سنین ام از کودک، زن یا جوان در معرض قاچاق انسان قرار گرفتند. تعداد زنانی که باندهای قاچاق انسان به ویژه قاچاق دختران جوان و اعضای انسان را هدایت می کنند در سال گذشته دو برابر شده و علاوه بر این تعداد افرادی که اعضای بدن خود را به خاطر رفع نیازهای ضروری به معرض فروش گذاشتن نیز افزایش یافته است. وی از نقش منفی برخی شبکه های اجتماعی درباره فریب دختران زیر سن قانونی و فریب آنها با وعده ازدواج انتقاد کرد و گفت 55 زن در سال گذشته قربانی باجگیری الکترونیکی شدند. سیلاوی با اشاره به اینکه بیشترین موارد باجگیری اینترنتی از زنان در استانهای بغداد، الانبار، بصره، نینوا، کرکوک و میسان بوده، گفت سال گذشته نیز تعداد ربوده شدگان به 125 نفر رسید که بیشترشان با هدف باجگیری و تجاوز بود و قربانیان آن زنان جوانان و کودکان بودند. وی تعداد زنان بیوه در عراق را نیز دو میلیون نفر برآورد کرد و گفت بیشتر این زنان با مشکلات مالی و تامین معاش روبرو بوده و حتی برخی از آنها از سوی کارمندان فاسد اداره های دولتی مورد سوء استفاده قرار میگیرند رئیس سازمان مسیر در پایان خاطر نشان کرد قوه قضایی عراق همچنان در برخی احکامش از توسل به قانون مبارزه با قاچاق انسان شماره 28 سال 2012 اجتناب می کند و به خصوص در موارد بحر برداری جنسی از قربانیان بر اساس قانون مجازات شماره 111 سال 1969 میلادی حکم صادر می کند. و علاوه بر این نهادهای دولتی تعریف یک پارچه ای از مفهوم قاچاق انسان ندارند. لازم به یادآوری است در دو دهه اخیر در عراق قاچاق انسان و فروش اعضای بدن یکی از اصلی ترین راه های درامتزایی سنی های تندرو القاعده و داعش بوده است.